سرخط خبرها. طرح تحول نظام سلامت در CCU. رئیس جمهوری ایران با استعفای قاضی زاده هاشمی از وزارت بهداشت موافقت کرد. سرنوشت نظامیان آمریکایی در سوریه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید خارج میشوند ولی به تدریج. فرود کاوشگر چانگ ای 4 بر روی نیمه پنهان ماه، آن روی سکه چیست؟ و تنوع نژادی در کارگاه یک عروسک ساز آفریقایی. سلام به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. رئیس جمهوری ایران سرانجام با استعفای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت موافقت کرد. در روزهای اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره کنارگیری آقای قاضی زاده هاشمی منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود او به علت کاهش بودجه بهداشت و سلامت کنارگیری کرده، هرچند بعضی گفتند که مبلغ این بودجه بیشتر شده. طرح تحول نظام سلامت که آقای قاضی زاده هاشمی پرچم دارش بوده، میلیون ها نفر از مردم کم درآمد را بیمه کرده ولی بار مالی سنگینی هم داشته. در پی استعفای او سعید نمکی به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد. آقای نمکی که پزشک است، پیشتر معاون سازمان برنامه و بودجه ایران بود. همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو با ما این خبر رو دنبال کرده. به نظر میاد که آقای روحانی سرانجام تصمیمش رو گرفت. نیکی، آره، ببین، دلیل اصلی استعفای آقای هاشمی در اصل مشخص نشد. موارد زیادی مطرح شد، از جمله آقای حضرتی نماینده مجلس گفت مشکل کاهش بودجه سلامت بوده، در حالی که لایحه پیشنهادی بودجه امسال وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته 44% افزایش داره. از طرف دیگه وزیر بهداشت مشخص نکرده اگر اعتراضش به کاهش بودجه بوده به کدوم بخش کاهش بودجه سلامت هست. ویدئویی از وزیر بهداشت منتشر شد چند وقت پیش که این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که شاید یکی از نکات مسئله بازنشسته‌های وزارت بهداشت بوده، چون آقای وزیر اون در اصل وزیر اسبق اون موقع گفت مشکلی بوده و تصمیم من رو جدی کرد این بوده که پاداش بازنشستگان پرداخت نشده بوده. اما از طرف دیگه توی همین مدت آقای نوبخت که رئیس سازمان برنامه بودجه است و گفته میشه شاید یکی از دلایل استعفای وزیر بهداشت اختلافاتش با سازمان برنامه بودجه بوده، در اعتراض به وزیر گفته که مشکلاتی رو که باید از طریق صحبت کردن اصلاح و حل کنیم نباید گردن هم بندازیم. تا وقتی آقای ربیعی که زمانی وزیر کار بود سر کار بود، مشکلات رو گردن ایشون انداختیم در مورد سازمان بیمه سلامت و الان هم بحث رو به سازمان برنامه بودجه منتقل میکنیم. در هر حال این تصور ایجاد شده که شاید یک سری از درگیری‌ها بین سازمان برنامه بودجه و وزارت بهداشت باعث استعفای آقای وزیر شده، ضمن اینکه گفته میشه آقای نوبخت تسلط ویژه‌ای روی کابینه دولت حسن روحانی داره. الان با این استعفا برای طرح تحول نظام سلامت چه اتفاقی میفته؟ ببین، طرح تحول نظام سلامت نزدیک به 9 میلیون ایرانی رو که بدون دفترچه بیمه بودن بیمه کرد. نکته دیگه‌ای که داشت، اجرای این طرح هزینه بستری رو از 37% به 3% برای روستایی‌ها، 6% برای شهرنشینا کاهش داد. اما خب در این حال که موافقان این طرح میگن خیلی نکات مثبتی داشته، مخالفان طرح میگن هزینه بسیاری داشته. مثلا 16 هزار میلیارد تومان کسری داره این طرح و میگن این رو باید تامین کنن. هزینه تامین اجتماعی مشکلاتی که پزشکان دارن، ضمن اینکه پزشکان نسبت به درآمدشون نسبت به پرستاران تفاوت شگرفی میکنه و این انتقادیه که مخالفان به این طرح دارن. از اون طرف این نگرانی وجود داره که الان اگر طرح تحول سلامت که آقای هاشمی آوردش با رفتنش از بین بره چه اتفاقی میفته. امروز آقای نمکی که شده سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرده با توجه به روابطی که داره با سازمان برنامه بودجه میتونه این طرح رو نجات بده. این به این معنی هستش که با توجه به اینکه آقای نمکی معاون سابق سازمان برنامه بودجه بوده، شاید وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه الان بتونن به راه حل مناسبتری برسن برای حل مشکلاتشون. متشکرم از تو نیکی محجوب اینجا در استودیو با ما.
سرپرست مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران میگوید تا بروز فاجعه عمومی آب در این کشور تنها 5 سال باقی مانده. محمد حسین شریعت‌مدار در یک همایش مدیریت منابع آب ایران گفته علت این وضعیت 50 سال سوء تدبیر بوده، هرچند به گفته او ترمیم و احیای این منابع امکان پذیر است. یک مقام مدیریت منابع آب ایران هم در این همایش گفت سفره‌های آب زیرزمینی در 4 استان شرق ایران هر سال 0.5 متر پایین‌تر می‌رود. پلیس بریتانیا سرگرم تحقیق از 2 مرد، 1 ایرانی و 1 بریتانیایی است که مظنون به قاچاق مهاجران از راه کانال مانش هستند. در 3 ماه گذشته حدود 250 نفر از این راه و با استفاده از قایق‌های کوچک به سواحل جنوبی انگلیس رسیده و تقاضای پناهندگی کردند. دولت بریتانیا گروه‌های تبهکار را در ورود مهاجران غیرقانونی مقصر می‌داند و در حال تحقیق درباره آن است که آیا این مهاجران واقعا جانشان در کشورهایشان در خطر بوده یا نه. رسانه‌های عربستان از آغاز محاکمه 11 نفر در ریاض به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی خبر دادند. خبرنگار منتقد سعودی که 3 ماه پیش در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد، نام متهمان اعلام نشده. دادستانی برای 5 نفر از این افراد درخواست مجازات اعدام کرده. عربستان میگوید ماموران خودسرانه تصمیم به قتل آقای خاشقجی گرفتند، اما بسیاری از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معتقدند او به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان کشته شده. سازمان جاسوسی کره جنوبی میگوید سفیر کره شمالی در ایتالیا ناپدید شده. پیشتر و بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده گفته شده بود که او از یک کشور غربی درخواست پناهندگی کرده. جو سانگ گیل پسر و داماد 2 مقام ارشد کره شمالی است و وزارت خارجه ایتالیا به بی بی سی گفته از تقاضای پناهندگی او اطلاعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز بار دیگر تاکید کرد که نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد. او اما درباره زمان دقیق خروج این نیروها صحبتی نکرد. آقای ترامپ 2 هفته پیش گفته بود نیروهای آمریکایی به زودی سوریه را ترک می‌کنند و به آمریکا باز می‌گردند. سخنانی که انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت، از جمله بعضی از حامیان جمهوری‌خواه او که این تصمیم را اشتباه دانستند. رئیس جمهوری آمریکا حالا می‌گوید به حمایت از متحدان کردش در سوریه ادامه خواهد داد. جوهر گل گزارش می‌دهد. ابهام در گفته‌ها و نگرانی از تصمیم‌های رئیس جمهوری آمریکا. این سخنان دیروز دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و اینکه جنگ با داعش هنوز تمام نشده. ما داریم برنده میشیم. من هیچ وقت نگفتم فردا از سوریه خارج خواهیم شد. گفتم سربازانمون رو از سوریه خارج میکنیم. از سوریه میایم بیرون. بله، ما با قدرت از سوریه خارج میشیم. این هم سخنان 2 هفته پیش او که گفت نیروهای آمریکایی دارن باز میگردن و این کشور در جنگ با داعش پیروز شده. ما در جنگ با داعش برنده شدیم. زنان و مردان و جوان ما برمیگردن. همین حالا هم برمیگردن. این تصمیم آقای ترامپ بسیاری را در داخل و متحدان و رقیبان آمریکا را در خارج از این کشور غافلگیر کرد. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع و برت مک‌گرگ نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف علیه داعش هر دو به نشانه اعتراض استعفا دادند. هفته گذشته لینزی گرام سناتور با نفوذ جمهوری خواه پس از ملاقات با آقای ترامپ گفت رئیس جمهوری متحدانش را تنها نخواهد گذاشت. رئیس جمهوری اطمینان داده که نیروهای ما را طوری خارج کند که کار داعش تمام شود. هدفی برای امنیت ملی ما. ایران نتواند جای نیروهای ما در سوریه را پر کند و از متحدان کرد ما حفاظت شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم پس از این تصمیم آقای ترامپ گفت جنگ با داعش ادامه دارد و نباید متحدان ائتلاف را در سوریه رها کرد. او دیروز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اولویت فرانسه در سوریه جنگ با داعش و جلوگیری از بازگشت تروریست هاست. باید از متحدان ائتلاف حمایت و حقوق آنها به رسمیت شناخته شود، به ویژه کردها. اما دونالد ترامپ دیروز در یک تغییر موضع آشکار گفت که آمریکا فوراً از سوریه خارج نخواهد شد و از کردها حمایت خواهد کرد. ما می‌خوایم از کردها حفاظت کنیم. از اونا حمایت می‌کنیم.
اما نمیخوایم برای همیشه در سوریه بمونیم. اونجا هیچ ثروتی جز ماسه و مرگ وجود نداره. دونالد ترامپ همچنین در جلسه دیروز با وزیرانش از کردها به خاطر فروش نفت به ایران انتقاد کرد. کردا خیلی جالبن. ترکیه اونا رو دوست نداره، اما دیگران دوستشون دارن. کردها به ایران کمی نفت میفروشن. گرچه به اونها، به متحدانمون گفتیم به ایران نفت نفروشن. از این موضوع زیاد خوشحال نیستیم. بخشی از کردهای عراق در چند سال گذشته از طریق ایران نفت فروختند. نه راهی زمینی وجود دارد و نه سندی که نشان دهد کردهای سوریه هم این کار را کرده باشند. به نظر می آید منظور رئیس جمهوری آمریکا کردهای عراق باشد نه سوریه. ژیورگل، بی بی سی. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده خواستار توضیح آمریکا درباره یک سری اظهارات شده. در اعلامیه ارگ مشخص نشده این توضیح درباره چه موضوع یا موضوعاتی است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب گفت روسیه در گذشته اتحاد جماهیر شوروی بود، اما افغانستان آن را تبدیل به روسیه کرد. به نظر میرسد واکنش امروز دولت افغانستان درباره این صحبت‌های آقای ترامپ باشد. همکار علی حسینی از کابل با ماست، تو بیشتر بهمون بگو علی. خب رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های دیشبش دو سه بار تاکید کرد که چرا ما در فاصله‌ای که 6000 مایل از آمریکا دورتر است باشیم، اما در عین حال در این جنگ شرکت داشته باشیم، اما کشورهای منطقه در این جنگ که در همسایگیشان هست حضور نداشته باشد. نام برد، از هند نام برد، از روسیه نام برد، از پاکستان نام برد و گفتن که چرا این کشورها در جنگ افغانستان دخیل نیستند. بعد از این مطرح کرد و اشاره کرد به یک موضوع تاریخی در سال 1358 که جنگ بین گروه‌های مجاهدین و ایالات جماهیر متحده جماهیر متحده شوروی صورت گرفته بود و این اشاره کرد و گفت که قبل از این روسیه اتحاد جماهیر شوروی بوده و افغانستان سبب شد که این اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شود به روسیه. اشاره کرد که حضور شوروی سابق در افغانستان هم منطقی بوده، درست بوده، به این خاطر که تروریست ها میخواستن به کشور شوروی سابق بروند. اشاره آقای ترامپ هم امکان داره که ممکن است که اشارش به گروه های مجاهدین باشه که خود ایالات متحده آمریکا در آن سال ها و در او یک دهه از آنها حمایت میکرد و در با آنها کمک میکرد. این صحبت های آقای ترامپ به نظر میرسه که سبب شده ارگ ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان بده و واکنش ارگ ریاست جمهوری هم با اشاره به این موضوع تاریخی شروع میشه. بیشتر بهمون بگو از واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان و اینکه نسبت به این موضوع چه فکر میکنند. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیش گفته که جهاد مردم افغانستان مشروع بوده، کشورهای بین المللی، جامعه بین المللی و کشورهای مختلف و کشورهای اصلی اسلامی او را به رسمیت میشناخته، بعدش آمده محکوم کرده تجاوز شوروی را و بعد آمده گفته که فعلا وضعیت متفاوتی است نسبت به گذشته، فرق داره و کشورها تعریف خاص خودشان از اوضاع فعلی داره و بعد آمده گفته که بین اظهارات و پالیسی مشخصات اظهارات و پالیسی رسمی ایالات متحده آمریکا تفاوت‌های وجود داره و به همین خاطر خواسته که در رابطه با این تفاوت و پالیسی ها وضاحت بتن و همچنین ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک این کار، یعنی وضاحت ایالات متحده آمریکا در رابطه با این صحبت ها مطرح شد. به ویژه این که آقای ترامپ در صحبت های خود نام برد، گفت گروه های تروریستی میخواستن برن به طرف اتحاد جماهیر شوروی و در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری هم مشخصا اشاره شده و گفته که در دوران جهاد افغان ها حملات انتحاری انجام نمیدادن و برای سایر کشورها هیچ تهدیدی هم متوجه نمیکردن. به همین خاطر است که گفته میشه که این اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری واکنشی است به صحبت های دیشب دونالد ترامپ. متشکرم از علی حسینی در کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. رئیس جمهوری ایران سرانجام با استعفای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت این کشور موافقت کرد.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد و او اما درباره زمان دقیق خروج این نیروها حرفی نزد. در ادامه برنامه عروسک‌های رنگارنگ در کارگاه یک عروسک ساز اهل آفریقای جنوبی. دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند به زودی با تصویب چند طرح در لایحه بودجه جدید به تعطیلی دولت این کشور پایان می‌دهند. این طرح‌ها شامل بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک نمی‌شود و به همین دلیل بعید است که نمایندگان جدید بتوانند با این اقدام مانع از ادامه تعطیلی دولت آمریکا شوند. دور جدید کنگره آمریکا از امروز کارش را آغاز می‌کند، اما سناتورهای جمهوری‌خواه که اکثریت سنای آمریکا را بر عهده دارند می‌گویند بدون موافقت دونالد ترامپ با این طرح‌ها موافقت نخواهند کرد. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما بیشتر بهمون از مذاکرات بین دموکرات‌ها و کنگره آمریکا بگو خشایار. تعطیلی بخشی از دولت آمریکا امروز وارد 13مین روز شده. علت این تعطیلی هم اختلاف بین کاخ سفید و دموکرات‌ها بر سر بودجه هست، بودجه‌ای که آقای ترامپ می‌خواد 5 میلیارد دلار در اون حداقل برای احداث دیوار مرزی با مکزیک در نظر گرفته بشه و دموکرات‌ها مخالف این هستند. دیروز در کاخ سفید آقای ترامپ یک جلسه‌ای داشت، بعد از 22 روز دوباره با رهبران دموکرات‌ها دیدار کرد در کنگره و همینطور رهبران جمهوری‌خواهان به کاخ سفید رفته بودند و این جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. دو طرف فعلا حاضر نیستند که از مواضع خودشون کوتاه بیان. آقای ترامپ همچنان اصرار بر این داره که این دیوار باید ساخته بشه و گفته که از وعده‌های انتخاباتیش بوده و اگر این کار رو انجام نده مردم دیگه جدیش نمیگیرن. دموکرات‌ها از سوی دیگر مخالف احداث دیوار هستند، میگن صرف هزینه‌ای هست که بیشتر از اینکه کارایی داشته باشه فقط هزینه صرف میکنه. در جلسه دیروز دموکرات‌ها پیشنهاد دادند که موافقت خواهند کرد با بودجه مورد نظر جمهوری‌خواهان برای بازگشایی 8 وزارتخانه و سازمان فدرالی که به خاطر اختلاف بر سر بودجه تعطیل شدند تا کارمندان مجدداً به سر کارشون برگردند. اما آقای ترامپ و دموکرات‌ها مصر بر این هستند که ابداً تا زمانی که 5 میلیارد دلار رو اختصاص ندند با هیچ مصوبه مجلس نمایندگان یا سنا موافقت نخواهند کرد. دموکرات‌ها از امروز اکثریت رو دوباره از به دست می‌گیرند در مجلس نمایندگان که یکی از دو مجلس کنگره هست و بلافاصله هم قرار هست که طرح مورد نظر خودشون برای بودجه رو در دستور کار قرار بدن. حالا که دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان رو در آمریکا به دست می‌گیرن، از اونها چه انتظاری میره خشایار؟ خیلی بستگی به این داره که دموکرات‌ها در بین خودشون چطور بتونن اختلاف‌ها رو کنار بگذارن و به صورت یک سیستم واحد عمل کنن در کنگره. اگر بتونن انتظارهایی که ازشون میره رو برآورد کنند، میتونن امیدوار باشن که دو سال دیگر در انتخابات ریاست جمهوری حداقل به جمهوری خواهان آسیب بزنن، ضربه وارد کنند. نکته جالب توجه در مورد این دوره کنگره و اکثریت جدید دموکرات که به مجلس نمایندگان رفته این هست که از نظر تعداد نمایندگان زن به نحوی رکورد بستن و از نکات جالب دیگر این هست که برای اولین بار دو نماینده زن وارد مجلس نمایندگان میشن که مسلمان هستند. یکی از اینها خانم الهان عمر، یک مسلمانی هست که 20 سال پیش از سومالی به عنوان پناهنده وارد آمریکا شده و حجاب بر سر داره. نماینده مسلمان دیگر یک خانمی هست که فلسطینی تبار هست. علاوه بر این برای اولین بار شاهد این هستیم که دو نماینده زن از بومیان آمریکا به اصطلاح سرخپوستا وارد مجلس میشن و به هر حال دموکرات‌ها تنوع و تکثر زیادی در بین نمایندگانشون در مجلس نمایندگان خواهند داشت و همین باعث اختلاف است. دو خط الان وجود داره، خط سنتی دموکرات‌ها در کنگره که خانم پلوسی که مجدداً به ریاست مجلس نمایندگان میرسه دنبال میکنه و خط دیگری در داخل مجلس که خواهر خواهان تحرک بیشتر و گرایش بیشتر به سیاست‌های به اصطلاح پیشرویانه هستند و این وجود داره که این خطر وجود داره که بین دموکرات‌ها به خاطر این دو خط فکری استقاق به وجود بیاد. ممنونم ازت خشایار جنیدی در واشنگتن.
بیش از یک پنجم جمعیت ژاپن را افراد بالای 70 سال تشکیل می‌دهند. در برخی از مناطق این کشور این رقم حتی از این هم بیشتر است. بی بی سی به یکی از روستاهای ژاپن سر زده که تقریبا همه ساکنانش مسن هستند. این گزارش رو با هم ببینیم. نانموکو یکی از مسن‌ترین روستاهای ژاپن است که در منطقه کوهستانی در شمال توکیو قرار دارد. سایکیکو و یوکاتااندو هفته یک بار با فروشگاه سیارشان به اینجا می آیند. موسیقی می گذارند و منتظر مشتری می مانند. جوانترها اینجا را ترک کردند و تنها افراد مسن ماندند. برای آنها این فروشگاه سیار شاهراه حیاتی روستایشان محسوب می شود. فکر می کنم اگه ما هم اینجا نیایم ناموکو سوت و کورتر از اینی که هست میشه. اهالی اینجا جایی برای خرید ندارن. خیلی به مردم اینجا مدیونیم. بیشتر از 30 ساله که اونا رو میشناسیم. به خاطر همینم هم دوست داریم هر کاری از دستمون بر بیاد براشون انجام بدیم. تا حدود 30 سال دیگر بیش از 40% از جمعیت ژاپن در سن بازنشستگی خواهند بود. هیچ کشور دیگری در جهان تا قبل از این چنین تجربه‌ای نداشته است. سوال تنها این نیست که هزینه نگهداری از این افراد مسن چگونه تأمین خواهد شد، بلکه مسئله این است که چه کسانی قرار است از این افراد نگهداری کنند. ژاپن سیستم خدمات اجتماعی قوی دارد، اما این سیستم در حال حاضر تحت فشار زیادی است. دلیل آن هم افزایش مبتلایان به اختلال شناختی و حافظه است. چوکو همسر کیومیزو شیرال از یک سال پیش به اختلال شناختی و حافظه مبتلا شده. او حالا به مراقبت دائمی نیاز دارد. اون بعضی وقتا شبا تا دیر وقت جلوی در منتظر میمونه. فکر میکنه بچه هامون میان و میبرنش. چند بار سعی کردم او را متقاعد کنم تا برگرده داخل خونه، اما او قبول نمیکنه. در حال حاضر 5 میلیون نفر در ژاپن به این بیماری دچارند. این رقم تا 6 سال دیگر به 7 میلیون نفر میرسد. پدیده ای که این روزها دامن ژاپن را گرفته، به زودی در دیگر کشورهای جهان هم اتفاق خواهد افتاد. اما حتی در ژاپن هم هنوز کسی نمی‌داند چه باید کرد. چین یک فضاپیما را بر روی نیمه پنهان ماه فرود آورده. این کاوشگر به نام چانگ ای 4 شامل یک واحد فرود ساکن و یک ماهنورد است که در قطب جنوب کره ماه فرود آمده. رسانه‌های دولتی چین فرود این کاوشگر بر نیمه پنهان ماه را یک گام عمده در اکتشافات فضایی توصیف کردند. این اولین بار است که یک کاوشگر برای بررسی نیمه پنهان ماه فرستاده می‌شود. بیشتر فضانوردان آمریکایی در سال 1968 میلادی بر قسمت روشن ماه فرود آمده بودند. شهاب فاطمی پژوهشگر مرکز تحقیقات فضایی سوئد از استکهلم با ماست. آقای فاطمی بیشتر بهمون توضیح بدید که این مأموریت چینی ها از چه اهمیتی برخورداره؟ بله، همونطور که گفتید کاوشگر چانگ 4 پنجمین مأموریت موفق آژانس فضایی چین در زمینه اکتشافات ماه هست که این مأموریت در راستای برنامه بلند مدت و البته بلند پروازانه چینی ها در خصوص اکتشافات فضایی امروز با موفقیت حدود ساعت 6 صبح بر روی سطح ماه قرار گرفت. پیشتر هم 5 سال پیش چینی ها موفق شده بودند که اولین ربات خودشون رو روی سطح ماه فرود بیارن و همونطور که ذکر کردید در طی جنگ فضایی ما بین روسیه و آمریکا در اواخر دهه 50 میلادی که حدود 2 دهه به طول انجامید، تعداد زیادی ماهواره، ربات و کپسول‌های حامل انسان مانند مجموعه آپولو روی سطح ماه فرود اومدن. اما اون چی که چانگ 4 رو نسبت به مأموریت‌های مشابه پیش از خودش متمایز می‌کنه این هست که این برای اولین باره که ساخته دست بشر بر روی نیمه پنهان ماه فرود میاد و مجموعه ما هم این افتخار رو داره و بسیار خوشحالیم که ما هم در این فرود موفقیت آمیز روی سطح ماه یک سهم کوچیکی رو داشتیم. سهم مجموعه شما چه بوده؟ ربات چانگ 4 از مهمترین مأموریت هایی که داره به بررسی مواد عناصر موجود روی سطح نیمه پنهان ماه میپردازه و مجموعه ما توی سوئد یک سنسور اندازه‌گیری ذرات بدون بار الکتریکی به نام آسان رو روی این ربات داره که به تحلیل چگونگی برخورد ذرات و پرتوهای خورشیدی یا کیهانی به سطح ماه میپردازه و این مهم باعث میشه که ما شناخت خیلی دقیق تری نسبت به چگونگی تاثیر این ذرات بر روی اجرام آسمانی و از همه مهمتر بر روی نزدیکترین همسایه زمین داشته باشیم
و همونطور که گفتم این ماموریت برای مجموعه ما سوئد و اتحاد اروپا حائز اهمیت بسیار زیادیه، به دلیل اینکه تونستیم بعد از تقریبا 40 سال مجدداً و با خوشحالی هرچه تمام‌تر سوئد رو مجدداً به سطح کره ماه برگردونیم. پیشتر از اون سوئد توسط مجموعه آپولو روی سطح ماه قرار گرفته بود. و دوم اینکه این سنسور اندازه‌گیری ذرات الکتریکی، ذرات بدون بار الکتریکی برای اولین بار هست که روی سطح ماه قرار می‌گیره. فرمودید از اهمیت اصلی این ماموریت این هست که این فضاپیما این بار بر روی نیمه پنهان ماه فرود آمده. به کدام بخش از ماه نیمه پنهانش میگیم و چطور این بخش چطور متمایز میشه از دیگر بخش ماه؟ به دلیل نوع حرکت مداری ماه به دور زمین، همواره یک نیم کره از سطح ماه فقط به سمت زمین قرار داره و ما هیچ وقت نمیتونیم از روی زمین امکان مشاهده نیم کره دیگر رو که به اصطلاح نیم کره پنهان ماه گفته میشه رو ببینیم. باید این رو یادآوری کنم که پیشتر ماهواره‌های زیادی از فواصل دور موفق به انجام عکسبرداری از این نیمه پنهان شدند، اما نیمه پنهان ماه از لحاظ تئوری‌های شناختی و شکل‌گیری ماه بسیار حائز اهمیته، چرا که دارای سطحی قدیمی‌تر نسبت به نیمه آشکار ماه است و همینطور بیشترین تعداد دهانه‌های برخوردی و فروچاله‌ها رو روی سطح ماه دارست. و از همه مهمتر این که چانگ فور بر روی یکی از این قدیمی ترین و بزرگترین دهانه‌های برخوردی در نیمه جنوبی قسمت پنهان ماه فرود اومده و این باعث میشه که ما اطلاعات خیلی دقیقی نسبت به این منطقه داشته باشیم، به دلیل اینکه از لحاظ ژئولوژی این مجموعه بسیار مجموعه قدیمی هست و دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی که باعث میشه مانند یک سپری سطح ماه و همینطور چانگ فور رو در برابر ذرات باردار بادهای خورشیدی محافظت کنه. البته قادر به حفاظت در برابر ذرات پر انرژی کیهانی نیست متشکر. و همین باعث میشه که چانگ فور رو نسبت به ماموریت‌های دیگه بسیار حائز اهمیت کنه. ممنونم از شما شهاب فاطمی، پژوهشگر مرکز تحقیقات فضایی سوئد از استکهلم. در آفریقای جنوبی یک تولید کننده عروسک تصمیم گرفته عروسک‌هایی بسازد که نشان دهنده همه قوم‌ها و نژادهای ساکن این کشور باشند. در این مجموعه عروسک‌های مبتلا به نارسایی پوستی هم هستند تا به بچه‌ها اعتماد به نفس بدهند. یکی از مبتکران ساخت این عروسک‌ها انگیزه‌ها و اهدافش را از این کار توضیح داده. اسم من خلیل ویلاکازیوفوس. من از مؤسسین عروسک های سیبالم. به مغازه من خوش اومدین. وقتی دخترم 3 ساله شد تصمیم گرفتم این مجموعه عروسک ها رو درست کنم. یه روز دخترم از مدرسه برگشت و ازم خواست که موهاش رو صاف کنم. ایده ساختن عروسکی که نماینده بچه های آفریقایی باشه از همون موقع به ذهن من و شرکام رسید. من بچه‌هایی رو دیدم که فکر می‌کنن زیبا نیستن، اما وقتی یکی از عروسک‌های ما رو می‌بینن میگن چه خوشگله، شبیه منه. این پرنسس آفریقایی مونه، نماینده زیبایی زولوها. این اولین عروسکمون بود، نشونه غرور و زیبایی زنان آفریقایی. این یکی زوریه، عروسک زال. ما احساس میکنیم مهمه که اسباب بازی های متنوعی تولید کنیم تا دید بچه ها بازتر و پذیراتر بشه. این جدیدترین عروسکمونه، داناگا، که در زبان شونا یعنی من زیبام. ایده این وقتی به ذهن من رسید که فیلمی با بازی للتی کومالو در تلویزیون می دیدم. اون وقت فکر کردم چه خوب میشه اگه عروسکی داشته باشیم که به بچه ها نشون بده چهره ای که پیسی داره هم می تونه زیبا باشه. سیاه پوستا با هویتشون احساس راحتی می کنن. اونها به هویتشون مفتخرن و دوست دارن بچه هاشون هم با غرور خودشونو سیاه بدونن. برای همین من فکر می کنم این زمان مناسبی برای عرضه این عروسک هاست. این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهم بود.